خب دو در سه میشه شیش اکس به اضافه دو در هفت وای چهارده وای مساوی دو پنج ده. شیش اکس با شیش اکس میرود میرود. خب یزدانی بودن شو ببینم یه پتخته حلش کن. بلد نیستی نه؟ نمیفهمی نه؟ چرا درستو نخوندی؟ میگم چرا درستو نخوندی؟ بلدی ماش پرتاب کنی بعد حواستو بزنی این برابر چپ و راستو نگاه کنی ولی بلد نیستی حرف بزنی نه؟ چرا حواست به کلاس نیست؟ آخه این چه وضعی؟ جلسه قبلم که درس بلد نبودی برو بشین خب کی بلد اینو حل کنه؟ آقا جوزه آقا بلد این بیایم حل کنیم بیا راست اینجا بیا ایوه بارونش کنم اول چلو بچه حالتو بگیره میخواد جبران کنید کمکم کنید از مدرسه در برم پنج دقیقه برمیگردم شیطون به قیافت نمیخوره کجا میخوای بری کمکم میکنید باید جلسه کنید تا شما تصمیم بگیرید من رو یه چیزایی از بوفه بخورم تو من که میگم کمکش کنی بچه خوبیه گناه داره منم که مجبورم کمکش کنم بنده خدا به خاطر من گیر افتاد ببینید بچه ها من یه جورایی با این یزدانی حال نمی کنم هم یه جوریه چه ربطی داره به خاطر من آقای زاره خرابش کرد باشه چون به خاطر یکی از ما گیر افتاده کمکش کنم ایوه حالا باید چیکار کرد در رفتن از زیر دست بابا رحیم تقریبا محاله بعد دست گذاشون نقطه ضعف بابا رحیم ایوان ایوان ازاد نقطه گرفتی بابا رحیم کیه بابا جان؟ بابا رحیم اونجا رو اون دیوار حرف خیلی بدی نوشتن چی نوشتن؟ من نمیتونم بگم روم نمیشه خودتون باید ببینید خیلی خوب تو برو سر کلاست من به موقع میرم پاکش بابا رحیم تو اون موقع همه میبینن پدر جون من که نمیتونم در این مدرسه رو ول کنم که شما بری من مراقب مدرسه هستم آخه هادی جان بابا رحیم به شما توهین شده به من توهین شده بریم ببینم ببینم Thank you.
خب حالا یعنی که چی؟ یعنی چی یعنی چی؟ دیگه چی میخواستیم بشه بابا رحیم؟ بابا رحیم سه نقطه است. وای به جای این سه نقطه هر چیزی میشه گذاشت. یعنی من؟ منظورش این بوده که هادی ندیدی کی نوشته اینو؟ هر کی بوده خیلی آدم بی تربیتی بوده که به شما توهین کرده. میخواییم پاکش کنم؟ نه 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 نه، اگه جیرم بیافته میدونم چی بلایی سرش بیارم. بشین تا برات بگم. بابا رحیم سه نقطه ها؟ آشه بابا رحیم، بابا رحیم، بابا رحیم بیا دوباره دارم می نویسم. بیا چی؟ دارم می نویسه؟ بابا رحیم سه نقطه است؟ بابا رحیم سه نقطه نیست. بابا رحیم سه نقطه است؟ بابا رحیم سه نقطه نیست؟ بلای سرتون بیارم که کیف کنید. چیه چرا بسید ما نگاه میکنی؟ برو دیگه بدو. چقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ حالا مگه چی نوشتن؟ طوری نشده. طوری نشده؟ بیا بشین تا برات بگم. حالا چیز بد که ننوشتن. ای کاش مینوشتن آقا، ای کاش مینوشتن. جای اون سه تا نقطه خیلی چیزا میشه گذاشت. همین شک و تردیداست که بابای آدمو میسوزونه. بچه ها دهتون گرم، کار تو حرف نداشت. قابلی نداره. اما نگفتی کار واجبه چیه؟ امروز حتما یه زنگ به خونه میزدم. به خونه میخواد بزنی؟ آشه با هم خرد شد. خب بچه خونه خدا بچه ما همینجوری پیش بریم و رکورد شیطنت رو تو سخت مستان شکستیم. آبا کی باباش به ما به این راحتی ها زیر دست بابا رحیم جیم زدی؟ آقا من همیشه میگفتم هر کاری پشتیبانی علمی داشته باشد. همینیان 16، عبداللهی 13، زمانی 14، کاظمی 18، بهجت‌پور 17، خسروی 13. آفرین یزدانی. این چه وضعشه؟ تو که شاگرد خوبی بودی. 12 چرا؟ آقا نتونستیم بخونیم. یعنی چه؟ نتونستیم شد حرف؟ دقتی بیشتری بکن، امتحان نامه تو نزدیک ها. درس بخونیم. راستین. آفرین آفرین. 19 و 75. باری کرد. دقت نگاه کنید، اگر اعتراضی هست به من بگید. در ضمن این ورقه ها رو میدید اولیاتون امضا میکنه، جلسه دیگه برای من میارید. ببین
اجازه؟ آقا ببخشید، معذرت میخوام ولی 25 سرم بابا کم دادی. بیا ببینم پسرم. حالا چجوری ردش کنی؟ مگه میخوای بازه به کمکش کنی؟ چرا کمکش نکنی؟ ما که نمیدونه میره بیرون چه غلطی میکنه، دور هم میگه واسه تلفن میره، اگه گیر بیفته اولین کسیه که هممون رو لو میده. ولی من پایم. بابا عادی راست میگه، ما چه میدونه اون میره بیرون چه غلطی میکنه. بسه رای میگیریم. آقا من نیستم. میبنه تو کمکم کنید. ای بابا گفتیم نه دیگه. حیاتیه میفهمی یا نه؟ این چه کاریه گنگ حیاتیه؟ اینقدر گیر نده، کمکم میکنید؟ بابا نمیشه دیگه، یه ما گیر میدی؟ با خودت یه کاری بکن. ای بگیر، چه لات شده واسه ما، برم حالشو بگیرم. بگیر بشین بابا، بگیر بشین، نام بگیر. بچه ها ای کاش کمکش کنیم، گناه داره. اصلا به ما چه؟ ما درگیری کردیم. مگه نه؟ اینجوری نمیشه درس، باید یه فکر کرد. آقا بریم حیات. نه تو حیات نمیری، یه فکر دیگه ای دارم. یه فکر بکر، بلنشین نیمکتاتون رو گرد بچین، یه دونم بر من بذارین گوشه. خب میخوام چشای همه تون رو ببینم. ده پاشی، برچه من رو نگاه میکنی؟ پاشی 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 دیگه. چرا من اینجوری نگاه میکنی بلنشی؟ جا بجا کنین، زود باشین. فقط آروم آروم. خوبه، حالا شو کجا؟ از مدرسه فرار میکنی؟ آقا نه بابا، توپ زنگ تفریح افتاده بود بیرون، دیدیم در بذاریم توپمونو برداریم. تو بیخود کردی؟ برو سر کلاسه ببینم چه کلاسی داری؟ آقا فارسی. اوکی ها؟ بله. گفتم برو سر کلاس، زنگم که خورد سری بیا دفتر، کارت دارم. شیرفم شد؟ نه آقا به خدا توپم افتاده. بچه حالا من میخوام یه لطیفه براتون بگم. یه روز یکی به یکی میرسه میگه آقا آدم کی گرسنش میشه؟ یارو یه خورده فکر میکنه میگه که پول داره هر موقع دلشون بخواد، ما فقیر بیچاره هر موقع گیرمون بیاد.
خیلی خب شاید حالا صفحه 20 کتابتو بیار بازش کن عروش بخون. آره خوده بخون. حکیمی رو پرسیدن که آدمی کی بخوردن به شتابت، گفت توانگر هرگاه که گرسنه باشد و درویش هرگاه که بیابد. بهارستان جامی. آها این جمله خیلی شبیه اون چیزی بود که شما گفتید. همینه دیدی؟ ساده اون چیزی که من گفتم تو کتابتون نوشتم. بیا تو ببینم. بچه ها بزنید تگریه. من گفتم این یه روز گیر میفته. آبسیب نداشت؟ آبسیب من داری؟ بیا بنده خدا کاش کسی رو در بره. این یزدانیه خیلی مشکوک میزنه بچه ها، خیلی یه وقت ما رو لونده. چه کلاسی داشتی؟ آقا فارسی. از مدرسه فرار میکنی نه؟ آقا توپم افتاده. چند بار تا حالا گفتم که توپ نیارید مدرسه؟ آقا اشتباه کردی. بیست سیجده انضباطم که خوبه، تو هم دیگه داره اخلاقت خراب میشه. این دفعه رو به خاطر این انضباط خوب میگذرم، ولی دیگه دلم نمیخواد که تا آخر سال برای اینجور چیزا اینجا ببینمت. حله؟ آقا من آقا تعجب خانمانه. وا وا از آقایون همکارام خواهش میکنم سر کلاس به رفت و آمد دانش آموزا بیشتر دقت کنم. یارو چی کارت کرد؟ هیچی خدا غزه تشهر زد. پس یکم تشهر زد. ولش کن آقا رو. ببینم یا چه از احوال ما چیزی نپرسیم؟ یا تو نخواستی چیزی از احوال ما بگرم چی بگی؟ بیخیال بچه ها، من امروز باید از مدرسه برم. ناچارم بچه ها، کمکم کنید. 5 دقیقه برمیگردم. ببین یلوخچی رو تو کلی کرده، حتما به بابا رحیمان سپرده. امروز خطر نشده میتونه. باشه فردا، فردا رو یک کارش بکنید. او این چه کاریه که از یلوخچی هم مهمتره؟ حیاتیه به خوده بچه ها، کمکم کنید. جبران میکنم. چی فکر هستی؟ یزدانی مشکوکم، بس هر از کارش در بیاریم. یعنی خلاف میکنه؟ فردا معلوم میشه. خیلی دوست دارم بدونم کجا میره. چرا؟ چون هر جا میره سرحال برمیگرده. بچه ها نکنه معتاده؟ بابا چرت و پرت نگو. بعد تحتاشو در بیاریم، دفعه بعد تعقیبش میکنیم. اینو حدسم. بریم. Thank you.
نشی. آقایون گنگستر ها. سلام آقا. موضوع چیه؟ رضا داره به کی زنگ میزنه؟ آقا ما به خدا داشتی. شما داشتین چی؟ میگین موضوع چیه یا نه؟ آقا تلفنش تموم شد. خب بیا بردار اینه. داره میره. عجیب آقا، داشت به کی زنگ میزن؟ آقا پوریا چی عجیبه؟ میگین موضوع چیه یا نه؟ اینجا بگم؟ آخی احساس و ناراحتی میکنی قربان. میخواییم بریم یه جا دوتا فالوده هم بزنیم بعد برامون تعریف کنی. آقا ببخشید. بیان ببینم چی میگین شما. ما رو باش که فکر میکردیم مچ آقا رو گرفتیم. نگو تا حالا هزار بار این کار کرده. ببخشید جناب کیهان، کدوم دانش آموز به شما موضوع رو گفت؟ والا اینکه کینو به من گفته فکر نمیکنم اونقدر مهم باشه آقای عراقچی. مهم اینه که بله، مهم اینه که این بچه به کی تلفن زده، چه خطری تهدیدش کرده. هزار تا خطر آقا، من حلش میکنم. به من که نمیتونه دروغ بگه. افت درسی هم داشته. بله، ولی دانش آموز خوبی بود. میگم اگه اجازه بدین من خودم ازش بپرسم. ببخشید این مشکل منه، خودم هم حلش میکنم. نه کمال، من فکر میکنم به یه روش آرومتری نیاز باشه. اگه بچه شری بود حرفی نداشتم. من احساس میکنم بسپاریم به آقای کیهان بهتره. بچه ها به معلمشون نزدیکترن تا به ما. باشه چشم، ممنونم آقای یراچی. فقط همین امروز دمت گرم شاید. گفتم نه، ما که نمیتونیم تا آخر شاید جرم تو باشیم. آخه کدوم جرم؟ آقا ما نیستیم، بس خودت داری میگی. همه این کار آخرش بدبختیه. تو رو خدا، فقط همین یک بار. ببین پوریا بگه نه دیگه حرفش برگشت نداره. آقا خدا، آقا خدا خدا فیز، خدا خدا فیز، خدا فیز، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، شما خسته نباشی، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. رضا، رضا. بله. یه دقیقه بشین، کاری دارم. دیگه نمیخوام از مدرسه فرار کنی. خب زدی رضا؟ رضا
هر روز با هم یه دعوا میکنن، هر شب میگن فردا طلاق میگیری. صبح که از خونه میام میترسم وقتی برمیگردم دیگه مادرمو نبینم، میترسم. خواهرم هم میترسه آقا کیهان. اصلا حواسم نمیتونم سر کلاس جمع کنم، همش حواسم تو خونه است که یه وقت اتفاق نیفته. دوست ندارم اون از هم دیگه جدا شن، دوست ندارم دوتا با هم دیگه دعوا کنن. وقتی دعوا میکنم میخوام سرمو بکورم تو دیوار. میفهمم تو هر روز میره زنگ میزنی خونه تا مطمئن بشی ببینی مادرت خونه است یا نه. من خیلی از این بابت متاسفم رضا. بزرگترها تو زندگیشون بعضی وقتی به این مشکلاتی برمیخورن که تو خودشون هم دوست ندارن، عذاب میکشن. میدونم شاید درکش یه مقدار برات سخت باشه، حقم داری، تو دوست داری همه چیز توی خونه رو به راه باشه، خوب باشه، آروم باشه. اما رضای عزیز، زندگی همیشه اونطور که ما میخوایم پیش نمیره، خیلی وقتا باب میل ما نیست. بعضی وقتا بگی نگی یه خورده مسیر زندگی سخت میشه. پس باید چیکار کنیم؟ پس باید یاد بگیریم که با مشکلات زندگیمون مبارزه کنیم، باید بجنگیم، باید قوی باشیم. رضا میتونی قوی باشی؟ همین ازت میخوام، قوی باش، همین چیز درست باشه. ببخشید آقایون، من معذرت میخوام، یعنی بچه من سه بار در عرض یک هفته از مدرسه فرار کرده و شما آقایون بیخبر بود. داره؟ جالبه، واقعا جالبه. اون وقت من باید انقدر اعتماد بکنم که بچه‌مو بفرستن مدرسه یه جناب عالی. ما به قصور خودمون واقفیم، ولی آقای یزدانی مهم اینه که پسر شما الان بیشتر از یک هفته است که صبح با ترس و استراب از خونه بیرون میاد. قبول دارین که شرایط روحی مناسبی برای تحصیل نیست. شما شرایط سنی پسرتون رو میدونین؟ مگه این بچه چه گناهی کرده که باید تحت این فشار قرار بگیره؟ من متوجه مسئولیت‌های مدرسه هستم و نمیخوام سهل‌انگاری خودمونو توجیه کنم، ولی این سهل‌انگاری ما نباید باعث نادیده گرفتن سهل‌انگاری جناب‌عالی بشه. ببینید آقای یزدانی، شما مختارین هر طوری که دوست دارین تصمیم بگیرین. به هر حال این زندگی شخصی شماست، ما هم حق دخالت نداریم، درست. ولی خواهش من اینه که هر کاری که میخواین بکنین و هر تصمیمی که میخواین بگیرین طوری باشه که بچه‌ها نظر روحی روانی صدمه نبینن. ببینید رضا خیلی با من درد و دل کرد، اون خیلی به شما علاقه داره، از طرفی هم میخواد که با هر دوی شما زندگی کنه. به حال شما بهتر از من میدونید، از قدیم و ندیم گفتن صلاح ملک خیش خسروان دانه.
اگر براتون مقدوره این حق رو از این بچه نگیری. همین. آقای کاویانی، به گمونم قرار بود که مادر رضا هم تو این جلسه باشن، نیومدن؟ مادرش امروز رفت. روزگاری شاه شاهان عصبانی و پریشان به دربار شد و از بهر تخطی پادشاه ملک مجاور نزد وزیر به همراه سبزی پاک کردن گلایه می کرد که خبرچین خبر آورده که فلان پادشاه فلان شده، فلان سرزمین اسبش را در اراضی شمالی بسته. خلاصه دست بر قضا پادشاه که آن روز بی اعصاب بود قصد داشت تا اعلام جنگ کند. از ابتدا می دانستم که مردک در اراضی شمالی ما چشم طمع بسته، باید جنگ را می انداختیم و سرزمینش را با خاک یکسان می کردیم. نه قربانت شوم، او فقط اسبش را در اراضی ما بسته. طمع کجا بود؟ آرام باشید،
آتش جنگ را نمیتوان خاموش کرد. اگر ما اسبمان را در اراضی جنوبی آنها بسته بودیم، تا کنون جنگ در گرفته بود. باید حالیش کنیم پیرمرد خرفت. بگذارید مسئله را از راه دیپلماسی حل کنیم سرورم. دوران جنگ با شمشیر تمام شده است. امروز میتوانیم آنان را با جنگ سایبری به زانو در آوریم. سرورم، اجازه میفرمایید تا چیزی عرض کنم؟ بگو. این اولین بار نیست که اینان قصد خاک سرزمین شما کرده اند. اگر الان دستشان را کوتاه نکنید، بعدها اسبها در شمال خواهند بست. خدای نکرده کلمی رمز شبکه اجتماعی شما را پیدا کرده و شما را بی آبرو می کنند. خودم شنیدم که به پیشکارانش دستور داد تا کلمی رمز شبکه اجتماعی شما را هک کنند تا بتوانند به اطلاعات محرمانی شما دسترسی پیدا کنند. چطور ممکن است؟ او دوست عزیز ما بود. همین هفته پیش با هم به شکار رفته بودیم، دل ما را شکانید. او را تکه تکه خواهیم کرد. بله سرورم، باید با دشمنان قاطع بود. تو دیگر چه میگویی؟ کدام دشمن؟ خود دانید. کجا؟ چه کسی این بقای تاریخ ساز را ثبت کند؟ ساعت کاریم تمام شده است. مگر چقدر به من حقوق میدهید؟ مجبورم چند جای دیگر کار کنم تا خرج عائله را بپردازم. معلوم از کدام گورستانی هستی گلی بلی؟ باید این لحظات تاریخ ساز را ثبت کنی بلی بلی. همان موقع که فرم استخدام پر می کردم گفتم که صبح ها در جای دیگر مشغولم. گلی بلی چطور جرأت کرده که چنین الفاظی را به کار برد؟ من هم رزم پدرش بودم. باید همان زمان که جوانکی بیش نبود و سیگار بر لبانش میگذاشت او را به پدرش میفروختم تا اکنون تا این حد گستاخی نکند. اجازه دهید تا این موضوع از راه دیپلماسی حل شود سرورم. بلی 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 بلی. خاکشان را در توبره خواهیم کرد. ملک شما در اقتدار زبان زد خاص و عام است. چه حکمتی است که مقابل هر تهدیدی سکوت اختیار می کنید؟ باید نشانشان دهید که چه کسی را تهدید می کنند. من صبح ها که در آن ملک به کتابت مشغولم خود نگاشتم که چه الفاظی را در رابطه با وجود همایونی شما به کار می برند. آی 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 ای کاتب که نزد دو پادشاه به کتابت مشغول بود از اختلاف پیش آمده بین دو ملک سوء استفاده کرده و آتش در اختلافشان افکند تا بتواند خود را در بین پادشاهان عزیز